سرخط خبرها، حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت نورستان و در ادامه تایید تخریب مقبره یماسیاوش در کابل. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری کانال ون سمارت. برای آگاهی از اخبار جدید و روزانه کانال ما را سابسکرایب نمایید. آزادگان روی صفحه رسمی تویتر خود می نگارد جبهه مقاومت ملی به گروه طالبان در نورستان تلفات وارد کردیم. جبهه مقاومت ملی در یک خبرنامه گفته است در یک عملیات نیروهای این جبهه در آستان نورستان در شرق افغانستان چند تن اعضای این گروه کشته و زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی امروز پنجشنبه 19 اسد مرداد با نشر اعلامیه گفته است که در حمله نیروهایش بر یک بازگاه طالبان در ساحه گند بولک بین شهرستان های دوآب و نورگرام استان نورستان چندین تن از افراد کشته و زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی از آمار دقیق تلفات چیزی نگفته، اما گفته است که با طالبان تلفات وارد کردیم. این در حال است که دیروز نیز جبهه مقاومت ملی از عملیات در شهرستان فرخار استان تخار خبر داده بود که در آن دو عضو گروه طالبان با شمول آمر کشف این ولایت خبر داده است. نوت: مسئولیت خبر به دوش ناشر آن می باشد و همچنان این در حال است که اطلاعات روز روی صفحه و بلاگ خود می نگارد. پلیس طالبان در کابل تخریب لوحه‌های آرامگاه یماسیاوش را تایید کرد. پلیس طالبان در کابل تایید کرد که لوحه آرامگاه یماسیاوش مجری پیشین تلویزیون در قبرستان بی بی مهرو در ناحیه دهم پایتخت شکستانده شده است. خالد زدران سخنگوی پلیس در کابل در توییتر نوشته است که افراد مغرض ناشناس دست به چنین کاری زدند و شکستاندن لوحه قبر یماسیاوش را عمل ناروا خوانده و گفته است که پلیس طالبان در تلاش یافتن عاملان این کار است. سیاوش در ماه عقرب سال 1399 زمانی که کارمند بانک مرکزی بود با دو همکارش در انفجار در شهر کابل کشته شد. او یکی از مجریان مطرح تلویزیون خصوصی طلوع نیوز بود. حکومت پیشین افغانستان در شناسایی عاملان تروریست سیاوش ناکامان و خانواده او نیز اجمل احمدی سرپرست پیشین بانک مرکزی را متهم به عدم پاسخگویی میکردند. خانواده سیاوش برای تحقیقات درباره قتل او در شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت کردند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای آگاهی از اخبار جدید و روزانه کانال ما را سابسکرایب نمایید.